اوکی سو امروز 12 دقیقه پیش بارکلیز امروز اعلام کرده تو همه آدمایی که تو بانک بارکلیز سرمایه گذاری میکنن، مثل بچه تو انزایم هستن، اینا تو بارکلیز همین کار ایمیل بهشون میدن، گفتن به همه لطفاً برین استاک های سهامایی بخرین که برشکست شدن. آره، بارکلیز بانک داره اعلام میکنه به آدمایی که دارن توش میخرن سهاماشونو، دارن میگن آقایون خانوما لطفاً برین سهامایی که برشکست شدن بخرین. God knows what the hell this is about. اما دارن میگن برو بخرین اون سهامایی که بانکراپ شدن. Jesus Christ. همش میتونم اینو بگم. It's the most dumbest stuff I've ever heard. و داره بگ میکنه به اینوستوراش که این کارو کنن. حالا Barclays obviously مثل خودش other intentions داره. اما این که داره به مردم میگه برو سهامای برشکست برو بخر، God knows what they're gonna do. Okay. حالا میریم برای خبر دوم. 9 دقیقه پیش. Crypto exposure has positive impact on investment portfolios, studies shown. So, این برای آدماست که هم تو استاک مارکت هستن، هم تو کریپتو مارکت هستن. و نشون داده که اگه شما هم تو استاک مارکت هستی و حداقل 10% پولاتون توی کریپتو هم باشه، بیشتر سبز میبینی توی کل حساب پورتفولیوت. اینکه بیشتر پول میبینی و بیشتر سبز میبینی. پس هم سهام استاک مارکت داشته باشی، هم سهام کریپتو مارکت داشته باشی، بهترین ریشیور داره برای اینوستمنت مدل‌های دنیا. اینکه بیشتر سود میبینی و آف کورس ریسک ادجاستد میشه. یه ریسکت کمتر هم میشه آف کورس. اوکی پس اینا هم دارن همینو میگن که بهتره که هم استاک مارکت باشی هم تو کریپتو مارکت انجام باشی. حالا ما میریم تو 24 ساعت امروز و میبینیم که توی این 24 ساعت کیا تو سودن و کیا تو ضررن. باز دوباره میبینم 50% شیب اونا پامپ شده، نزدیک 400% تو این 7 روزه. همینجوری میشه دیگه که مردم میگن دنبال یه چیز مسخره اصلا. مثلا وبسایتش رو کسی دیده شیبا رو؟ anyways فانتوم 30% پامپ، آر ویف 16%، پولکا دات 12%، استلر 12%، نیر 10%، بیت کوین اس وی ام 10%، و اف کورس کوین های دیگه هم که زیر 10%. که همین که دیشب بهتون گفتم که امروز آلت گروز آلت کوین ها بیت کوین دامپ میشه، همین اتفاق شد دیگه. حالا میریم برای کیا دامپ کردن. خود بیت کوین، امپل فورث، بیت کوین گولد، اولمپوس، کوینایی که دیشب پامپ کردن دامپ کردن امروز. امروزش هم آلت کوین ها که دیدی که همشون نزدیک 10%، حداقل 10%، 5% تو سودن برای امروز. اوکی حالا میریم برای آن چین دیتا که میبینیم که امروز 5326 تا بیت کوین فروخته شده توی مارکت، اما ایتریوم رو نزدیک 100 هزار تا ایتریوم خریده شده و از صرافی خارج کرده. اوکی و اف کورس به کوین های دیگه هم دارن انجام میدن و خریداشون برای اولد کوین های دیگه مثل رن، بات، کامپ، او ام جی، میکر، همه این اسما. اوکی حالا دیگه الان میریم به چارت. اوکی اف کورس که میبینیم که امروز اکومولیشن پیریود بود و مردم این کار کردن. اوکی پس ما دیشب هم این الان بیت کوین چارته، این تو 4 ساعته است تو صرافی کوین بیس. دیشب که رسیدیم یه جایی به اینجا گفتم تقریبا دیگه بیشتر از این نمیتونه بره بالا و تقریبا بعد بیاد تو به خط نارنجی. من الان تو خط نارنجی هست، مثل که تو خط نارنجی هم نمیتونه نگه داره. الان هاشم یه خوب نگاه کنیم به استاک RSI و RSI معمولیش، میدونی که ادامه داره. پس یه پله بعد پایین‌تر هم بعد دوباره بیاد. تقریبا یه پلهش کجاست؟ اگزکتلی 53000 تاست. اوکی پله اولیش نتونست، میره بر پله دوم که خود 53000 تاست. اوکی که حداقل بعد گفتم که بعد این چارت 4 ساعتشو حداقل بعد ریسیت بکنیم، چون به روزانه هنوز ادامه داره به رفتن بالا، اما به 4 ساعت بعد یه ذره استراحت بکنه. پس ما میدونیم پس امروز برای بیت کوین روز قرمز هست، اما هیچ مشکلی نیست چون به ماکرو پیکچرش نگاه میکنی خیلی بولیشه. اوکی حالا من یه چارتی گذاشتم برای بیت کوین. اوکی میخوام بهتون نشون بدم.
بذار برم تو هر صرافی دیگه به جز این و اینو میکشم تو روزانه. من یک ماه پیش گفته بودم این کاپن هندل هنوز، از اون گفتم کاپن هندل شکسته شده چون این ویکش کرد به پایین، میبینی اینجا رو خراب کرد، این خط اینجا رو بره زیرش خراب میکنه. تکنیکلی توی کاغذ اگه این کار بشه خراب شده کاپن هندل، اما امروز دارم میبینم که کل یوتیوب، کل اینستاگرام همه دارن میگن کاپن هندل هنوز قبوله. جالبه چون خودم گفتم دیگه قبول نیست، چون دیگه اینو اگر این کار رو کردش ویک تو کاغذ میرسه اگه این کار انجام بده قبول نیست، اما مثل که مارکت یه جوری دیگه داره نگاش میکنه و میگه هنوز قبوله چون میگه ای بی نداره، میگه کریپتو هو کیرز، چیزایی که 50 سال 60 سال پیش نوشتن هو گیوز ا شیت، دارن تقریبا اینو میگن. حالا میتونی اینو هنوز نگاه کنی به کاپن هندل و ای بی نداره، هنوز نگاه میکنه به کاپن هندل. اگه به کاپن هندل نگاه میکنی واسه میتونی به خودم بگی تو روزانه امروزش ریتست کانفرمیشن نکلاینشه که تقریبا تارگت این کوتاه مدتش 70,000 تا است، به یه تارگت بزرگترم که داریم که توی سیمتریک تراینگل هست که از دیشب پمپ کردش، تارگت دومش هم همین 90,000 تا است، حالا من میگم 88. اوکی، پس این دو تا تارگت رو همه دارم نگاه میکنم و ببینیم برای امروز چی میشه. اگر تونست بیت کوین تو روزانه از اینجا باونس بکنه از این نکلاین و فردا روز سبز باشه برای بیت کوین و اولت کوین ها روز قرمز باشن، این تقریبا یه کانفرمیشن میده که این پرایس و این چارت بالاتر میره. اما دو کار دیگه هم میشه کرد، اینکه یه فیوری هست و دارن میگن تو هفتگی توی ماکرو پیکچر بعد بیت کوین یه بار دیگه 50,000 تا رو ببینه. حالا یه جاهاش معنی میده چون توی پترن به این گندگی بودیم و خیلی مدت توش بودیم، معلومه که شاید هم میتونه هفتگی ریتست کانفرمیشن بده. اما ببینیم از فردا، تقریبا همین امروز، ببینیم که میتونه خودش رو نگه داره تو این نکلان یا نه. اگه نتونست پس نگاه میکنیم برای ریتست کانفرمیشن برای پوینت، اما به الانش 53,000 تا، اگر این رقم نارنج منو بشکنه که دیشب گفتیم 53,500 تا برسه به 53 الان، بعد تقریبا بعد باونس بکنه از اینجا. اگه نکرد نگاه میکنیم برای ماکرو پیکچر هفتگی، برای بستن هفتگی که تقریبا 3 روز دیگه است. اما اوورال ترند بیت کوین بولیشه، از یو کن سی هفتگیش عالیه، آر اس مومنتومش، همه آر اس آی رزیستنساشو شکوند توی هفتگی و اسکویز ما و استوکاستیک آر اس آی نشونه بالا رفتن داره تو این مارکت. اوکی، حالا میریم برای کوینای دیگه که ایتریوم هست. اوکی، اینا ایتریوم رو عوض میکنم توی روزانه و روزانه شو نشون میدم. امروز خیلی روز خوبیه برای ایتریوم چون آهسر دیدی تونست خودش رو بکشه تو این کاناله، تو این کاناله الان هست و امروز داره ریتست کانفرمیشنش رو داره میزنه، داره میگه من میتونم تو این کانال باشم یا نه. تقریبا اینجور دوجیه کرده که تقریبا داره نشون میده که بالاتر نگاه میکنه ایتریوم که همین رقم های 3870 و 3875 یه چیزای اینجوری تو این بالای این کانال میخواد زر رنج بزنه، که اولسو ما میدونیم بالای این کانال بول ران نشه. اگر تونه 3800 رو بشکونه یه روزانه بالاش ببنده، بدونیم که ایتریوم لانگ ترم تارگتش هم 6000 تا هنوز هست. اوکی، که همیشه اینجا بود 6040 دلار. اوکی، پس اینو داریم نگاه میکنیم برای بول ران ایتریوم، هر وقت 3800 شکوند میتونه برای 6000 تارگتش رو نگاه کنه، اما الان خیلی زوده برای صحبت کردنش تا ببینیم بره به اینجا ببینیم چه اتفاقی براش میفته. میریم برای کوین بعدی که ایدا هست تو روزانه، که میبینیم که ایرا هنوز تو این سیمتریک تراینگله. اوکی، میبینیم هنوز داره تو اینجا رنج میزنه. جالبه چون اگر حتی هم بگیم امروز نبنده بالا این خط قرمز، بگیم فردا یا پس فردا بره نزدیکاش، حداقل میتونیم این هفته میتونه از این پترن بیاد بیرون و از هفته بعدش ایدا هم شروع میکنه برای سایکل رانش که برسه به $2.50. حالا از $2.50 بعد ببینیم چی کار میکنه، میتونه ازش ریجکتد بشه اما میتونه برای خودش هم بول فلگ بسازه. نگاه میکنیم به استاکاسیس و سکویز موب،
ببینیم که حتی ایدا از امروز شروع کرده برای چی؟ برای سایکل رفتن بالاترش. اوکی؟ سو از الان داره شروع میکنه که برای اول تایم های جدید بزنه. سو الان میریم برای رایگیری خودتون بود که اولین کوین که سه تا ویدیو قبل بودین نوشته بودین لایت کوین. عزیزان که لایت کوین رایگیری کردن یکیشون هست. لایت کوین اول نگاه میکنیم. سو لایت کوین رو میکشم توی چارت ساعته، یه چارت جدید هست. او مای گاد پترناشو مثل که شکونده. بذار ببینمش. اوکی آرایت. سو لایت کوین تقریبا کاپ اند هندل ساخته بود، همینجا بود. اوکی و تارگتش هم تقریبا اگه من بکشم به اینجا، همین یه جاهاش هنوز نکرده تارگتشو. کاپ اند هندل ساخت، بریک اوت ولیوم بریک اوتش هم داد، ری تستش هم کرد، اما بالاتر از 187 نتونست. 187. اما یه چیزی که میتونیم بگیم که حتی تو این رنج که الان هست توی کانال هم میتونیم اولسو بگیم تو این کاپ اند هندل. اوکی و تو این کانال که الان هست خیلی جای سپورت هم توش داره. اوکی پس به کدام مدت ما میتونیم حداقل بگیم که لایت کوین چون داریم نگاش میکنیم به 4 ساعته، به 4 ساعته به شورت ترم الانش میتونه بیفته تقریبا به نزدیکای 175. سو تقریبا 5 دلار میتونه از فردا یا پس فردا دیگه بیفته تا برسه به تارگت اصلیش که این کاپ اند هندل پترن بود. اوکی این به کوتاه مدت لایت کوینه. کوین دوم که رای گیری کردین که دات هست. دات خیلی اوضاعش بهتره از همه چیز. جالب دات، یه چیزی که بعد تموجه داشت بدونین که امروز کاپ اند هندل زد. اوکی دات ریتست کانفرمیشن هم الان داره میکنه تو 4 ساعت میبینی آب کرد بعد دوباره تست بکنه بریک آوتشو و امروز نشونه دادی که این بیشتر پامپ داره برای خودش. حالا به کدام مدت اگر تونست این ریتست کانفرمیشنشو درست انجام بده با والیوم، تارگت کدام مدتش 38 دلار و حالا 30 سنت، 38 دلار 30 سنت. اما بهتون یه چیزی بگم، موقعی که دات، بذار من درست اینو بکشم، موقعی که دات برسه به 38 دلار و 50 سنت از اولتون های قبلی شده دیگه، تقریبا یه ذره زیرش، اولتون هایش 38 دلار 74، اما موقعی که برسه به 38 دلار و 50 سنت دانت برای خودش یه بولران دوباره شروع میکنه و تقریبا توی این کانال رینبو هست. اوکی پس خودش میتونه بکشه از 38 تا 47. Of course 10 دلار تو این دات سایکل خیلی زیاده. اوکی و اینم میتونیم اولسو نگاه کنیم به روزانه و روزانه دات به اسکویز مومنتوم داره نشون میده که نه تو این هفته اما از هفته بعدی next week دات میتونه یه 10 دلار پامپی انجام بده. سو obviously داریم نگاه میکنیم که دات حداقل برسه بالای این رینبو که 45 برسه. Of course هم به بلند مدتش هم 51 هنوز یه رزیستنس، اما به 38 تا 50 بشکونه میتونه all time high بزنه. همش باید روزانه بالای اینجا ببنده و از اون میتونه یه all time high جدید بزنه. اوکی حالا میرم به کوین آخر که نفتر بود که بعد بریم توی صرافی پور کوین که میبینیم که نفتر هنوز رنج میزنه توی کنسولیدیشن پیریدش. فردام که وی سی دارن، وایس چت دارن و امروز هم اعلام کردم و چند تا یوتیوبای بزرگ دارم باشون صحبت میکنم و توی وایس چت فرداشون میخوان صحبت بکنن که چه چیزایی میخواد تو این ماه اتفاق بیفته. زیاد در موردش نمیشه گفت اما در چارت به جز این که اتفاقای بزرگی دارم میفتن براش و of course این نفتر تیمش داره هنوز کار میکنه، همش دارن کار میکنه و هر روز میبینید توی وبسایتش یه چیزش عوض میشه، یه چیزی اد جدید میکنن. اما چیزهای مهمی که بعد انجام بدن ویو درا کیپبیلیتی هست و اف کورس رویالتی. این دوتا رو انجام بدن این درست میشه. به اضافه یه تیم ممبر جدیدم گرفتن که یه مارکتینگ تیم دارن برای سلبریتی واقعی و یه تیم ممبر هم دارن برای کریپتوس. اوکی
آدمایی که تو شبکه کریپتو هستن، تو یوتیوبرای مثل بیت بوی و همین الیا تریدز، با اونا دارن صحبت میکنن. اوکی سو اینم شد برای نفته. Alright guys، عزیزان مرسی برای همه. من